درود به تمام دوستان. اخیراً خبر رسید یک پیرزن 99 ساله اهل ایالت اورگان واقع در ایالات متحده فوت شده. ماجرا اینجاست او هرگز در این 99 سال نفهمید که جزء موارد نادر پزشکیه. ارگان‌های درون بدن او در مکان‌های اشتباه قرار داشتند و پیرزن هیچ وقت در طول زندگی طولانیش به این نکته پی نبرده بود. این پیرزن کمی پیش از مرگ بدنش رو به دانشگاه علوم پزشکی اورگان اهدا کرده بود. پس از فوت بر اساس جلسات متعدد کالبدشکافی، استاد و شاگردانش متوجه این نکته حیرت انگیز شدند که بدن این پیرزن طبیعی نیستش. دکتر واکر، دانشیار رشته آناتومی دانشگاه علوم و بهداشت اورگان، در بخشی از ارائهش در انجمن آناتومیست‌های آمریکا پرونده این پیرزن رو هم ارائه کرد. دکتر واکر با کسب اجازه از خانواده مرحوم نام این پیرزن رو نیز افشا کرد. روزمری بنتلی. وضعیت نادری که بنتلی داشته یک اختلال مادرزادی به نام سیتوس اینورسس وید لووکاردیاه که ارگانهای داخلی بدن به جز استقرار صحیح قلب به صورت قرینه وضعیت آناتومیکی بدن قرار میگیره. به عبارتی ساده تر، هر آنچه در سمت راست بدن قرار داره در سمت چپ بدن این زن قرار گرفته بود. نوهنجاری سیتوس اینورسس با استقرار صحیح قلب در هر 22,000 تولد تنها در یک نفر مشاهده میشه. نکته جالب و حائز اهمیت در این موضوع اینه که چرا این زن نزدیک به یک قرن به خوبی و خوشی زندگی کرد. دکتر واکر بیان میکنه از اونجایی که قلب در جای صحیح خود در میان سینه قرار گرفته و سایر ارگانها موقعیت قرینه پیدا کردن، پس عروق خونی نیز باید مسیر متفاوتی در پیش میگرفتن و بر این اساس بنتلی میبایست از مشکلات عدیده قلب عروقی رنج میبرد، در صورتی که این اتفاق رخ نداد. بر اساس نتایج یک پژوهش به نسبت قدیمی و مستند، تنها 5-13% از مبتلایان به این ناهنجاری قادرن به زندگی خود به صورت عادی ادامه بدن. بر اساس تخمین‌های واکر، از هر 50 میلیون نفر مبتلا به این ناهنجاری، تنها یک نفر ممکنه تا 100 سالگی عمر کنه. بنتلی در طول زندگیش از هیچ بیماری مزمن به جز التهاب استخوانی شکایتی نداشت. بر اساس ابراز بی‌اطلاعی خانواده بنتلی نسبت به کشف این ناهنجاری مادرزادی، به نظر میرسه روزمری روش نیز از این مشکل مادرزادیش خبر نداشته.